بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله, الله الله، الله الله، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه نعم مورد قوله عليه السلام أخيرا فليس ينبغي لك هو الشک فی وقوعه اول الصلات او حین الرؤیه همان طور که مستهذرید بحث ما در فقه الحدیث صحیحه دوم زراره هست در این حدیث معروف و شریف دوتا بخش داشتیم که مربوط به استسحاب هست و محل استناد عاظم علمای اصول قرار گرفته است بخش اول را که خودش دو تا برداشت داشت و در واقع دو نوع تقریب وجود داشت تا درس قبلی به اتمام رساندیم و متاسفانه نتیجه بحث از نظر شیخ آن شد که اون بخش از روایت نمیتواند تواند شاهد استصحاب اصولی باشد فعلا ارز کنم نعم مورد قوله علیه السلام اخیرا ناظر به فقره ای اخیر روایت هست که در واقع بخش دیگری است که محل استناد علمای اصول قرار گرفته است اگر خاطرتون باشه سوال هفتم این بود که این رعید هو فی ثوبیک و انا فی السلات من نجاست را در عبایم دیدم در حالی که مشغول نماز بودم مثلا در رکت اول یا رکت دوم امام دو حالت را فرض فرمودن فرمود اگر سابقه شک داشتی و بعد عرض کنم خدمت با سعادت شما نجاست را دیدی در نمازت در این صورت باید نماز را بشکنی و اعاده بکنی یعنی نمازت اصلا باطل هست اما اگر سابقه شک نداشتی ابتدا و ساکن در اسناع نماز نجاست را در عبایت دیدی در این صورت اشکالی ندارد در واقع عرض کنم خدمت با سعادت شما این نمازت محکوم به صحت هست چرا لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقذ به بالشک شما که یقین به تهارت داشتی فعلا که شک در نجاست عباداری احتمال هم میدهی که نجاست همین حالا افتاده باشد دائی ندارد که حکمی به بطلان نماز بشود لباست را عبایت را شستشو بده همین نماز را ادامه بده مشکل خاصی هم وجود ندارد پس در نتیجه ارز کنم در این حدیث شریف شاهد مثال داریم یقین سابق به تهارت داشتیم فعلا شک لاحق داریم ارز کنم یقین سابق به تهارت عبا داشتیم بعد از دیدن نجاست بر عبایم در اسناع نماز شک میکنم که نجاست از اول بوده است و من ندیده بودم یا این نجاست همین حالا روی عبایم افتاده است استصحاب میکنم بقای تهارت سابق را پس در نتیجه ارس کنم مشکل خاصی در استمرار نماز نباید وجود داشته باشد این نکته است که اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض میشود و در واقع دلالت این فقره را بر استصحاب میپذیرد فقط اشکالی که در ذهن شیخ رضوان الله علیه میرسد این است که اینجا جمله مربوط به استصحاب یعنی لیس ینبغ فلیس ینبغی لکن تن قزل یقین به شک این فلیس ینبغی متفرع بر لعله شیء اوقعه علیک هست چون عرض کنم خدمت با سعادت شما عرض کنم متفرع بر شیء اوقع علیک هست یعنی در واقع متفرع بر این هست که شما احتمال میدهی نجاست بعدا افتاده باشد بر این تیکه متفرع هست خود متفرع بودن جمله رو مقید میکند پس فلیس یعن بغی انتن قزل تنقذ یقین به شک ضابطه کلی نیست الافلام الافلام جنس نیست فلیس یعن ان بغی لکه انتن قزل الیقین به تحارت عبائک به شک به تحارت عبائک بعد ها زهل حاله، بعد ای حاله بعد از اینکه احتمال میده که نجاست در اسناء نماز واقع شده باشد وقتی این احتمال مطرح شد ضابطه بودن و کلی بودن از بین رفت خب بازم ارز کنم به درد استصاب مصطلح نمیخورد که حجیت استصاب مطلقا باشد نه در مورد خاص دقت بفرمایید مرحوم شیخ شیم فرماید نعم بلک مورد قول امام علیه السلام در آخر روایت در سوال هفتم فلی سین بغی لکه در اون تکه قبلی یا ارز کنم بخش قبلی لیسین بغی بدون فای تفریه بود اینجا با فای تفریه نقل شده است می مورد قول امام هو اون مورد شکی در واقع نجیس هست در اول نماز یا در حین رؤیت همین حالا در اسنای نماز احتمال می دهم که ارس کنم عبای من از اول نجیس بوده است و بر من مخفی من یا همین حالا نجیس شده است دو تا احتمال مطرح هست و یکون المراد من قطع السلات این که ما فرمود نمازت را قطع بکن اشتغالی از اون نماز هست با شستشو دادن پراهن البته با عدم تخلل منافی به شرط اینکه فعل کسی رو اینها صادر نشود کار از ما سر نزند که نتیجه اش چی باشد کلن بطلان نماز و از بین رفتن حیعت سلاتی باشد لذا فرماید که عدم تخلل المنافی لا ابطالها ثم البناء علیها نه ابطال عرض کنم نماز سپس بنا بر اون نماز اون چنان بنای که بنا خلاف شما هست احدی از فقها نفرمودند که شما نمازت را کلا باطل بکن در عین حال از همون جایی که باطل کردی باز نماز را ادامه بدهید نماز وقتی باطل شد چاره جز اعاده این از اول خواندن ندارد این که نماز را کلا باطل بکنیم در این حال از جایی که باطل کرده ادامه بدهیم این خلاف اجماع هست پس در نتیجه مراد امام این هست که شما نمازت را موقتا قطع بکن عبایت را شستشو بده ولی این شستشو به گونه باشد که یک فعل کسی را شما سر نزند خلل ارز کنم در خود نماز با وجود نیاید در نتیجه همین که شستشو تمام شد عبا را بپوش و نماز را از جایی که قطع کردی ادامه بدهید خب اینجا استصحاب تمام می شود یقین به تهارت داشتیم شک در نجاست داریم استصحاب می کنیم بقای تهارت را شیخ نکته ای که مطرح می کند این است لاکن تفریع عدم نقض یقین فلیس ین بغی یقین تنقذ الیقین بر احتمال تأخر وقوع اول امام فرمود لعله شیء اون اوقع علیک بعد فرمود فلیس ین بغی لک این تفریع باعث چی می شود؟ لکن تفریع عدم نقض یقین بر احتمال تأخر وقوع در این فقره از روایت لکن تفریع یعبا با خبر لکن نه است <تصفح> لکن این تفریع امتناع میورزد از حمل نمودن لام الیقین را بر جنس ولی ممکن است حجیت استصحاب را در حد وضوک و یا در حد اون تهارت لباس به اثبات برساند اما بیشتر از اون ارز کنم استفاده استصحاب دشوار است بعد مرحوم شیخ در پایان بحث می فرماید ففهم فدقیق که این مقام ما مقام استدلال هست مقام بحث تعبدی نیست فلیس این بغی کن تن قزل یقین به شک وقتی مقام مقام استدلال باشد اگر حمل بر قاعده کلی بکنیم بهتر است یعنی در واقع بگوییم این لام لام جنس است حجیت استصحاب علی الاطلاق به اثبات میرسد پس در نتیجه عرض کنم که فقره دو میتواند شاهد چی باشه شاهد عرض کنم استصحاب باشه البته این استظهار است که ما از فتعمل به دست آوردیم از ففهم به دست آوردیم شیخ به سراحت نمیفرماید که عرض کنم این لام لام جنس است و ضابط اساس در واقع می توانیم بگوییم که مرحوم شیخ کلا صحیحه دوم را نپذیرفت دلالتش را بر استصحاب با اینکه خیلی طولانی بود نه بخش اول را پذیرفت که خب به سراحت فرمودن نه بخش دوم را بله از طریق ففهم یک اشعار مایی هست که شیخ فقره دوم را میپذیرد ولی عرض کردم این استظهار بود که ما کردیم ممکن است مراد شیخ این باشه که دقت بفرمایید یعنی در واقع واقعا عرض کنم این تفرع باعث صدمه به با کلیت جمله می شود قاعده سازی نمی شود و در نتیجه عرض کنم این روایت دال بر استصحاب نیست در هر صورت پس تا اینجا یک روایت ارز کنم صریحی که از جهت سند تام و از جهت دلالت هم تام باشد بر استصحاب نیافتیم صحیحه اولا با این وضعیت بهتر از صحیحه دوم بود ولی در همون صحیحه اولا حتما خاطرتون هست اشکالاتی بود و مرحوم شیخ فرمود از قرار دادن بعض روایات در کنار بعض دیگر ممکن است ما به نتیجه برسیم که حجیتی استصحاب باشد این هم بود صحیحه دوم از های دوم که بگذاریم و من ها صحیحت سالس لزراره سومین روایت که در بحث ارز کنم خدمت با سعادت شما استصحاب داریم و مورد استناد علمای اصول هست صحیحه سوم زراره هست سبحان الله هم صحیحه اول از زراره هم صحیحه دوم از زراره و هم صحیحه سوم از زراره هست این روایت باز ارز کنم در نوع خودش روایت عجیبی سرس کنم انشالله متن روایت خدمت شما میخوانم روایت از شکوکی یا از شکیاتی نماز صحبت میکند امام میفرماید بر طبق روایت و ای ظالم یدر فی سلاس نهو او فی اربق هرگاه نداند راوی که من در رکعت سوم هستم یا چهارم و قد احرز سلاس در حالی که رکعت سوم را احراز کرده است و عرض کنم رکد سه هست یا همینی که مشغول هست یا عرض کنم خدمت با سعادت شما قبل از اون و اذا لم یدر فی سلاس او فی اربق و قد احرز سلاس در این صورت قامت فا ازاف الیها اخرى قیام بکند و اضافه بکند عرض کنم به این رکت یک رکعت دیگر را که همون بشود رکعت چهارم ولا شی علیه از اینجا عرض کنم میبینید که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی در واقع هفت تا تأکید را یعنی هفت جمله تأکیدی را اینجا یادآوری میکند فرمود قام فعظاف علیه ها اخراق بعد میفرماید ولا شیع علیه این اول ولا ینقذ الیقین بالشك این میشود دو ولا یدخل شک فی الیقین میشود سه و لا یخلد احدهما بالآخر می شود چهار ولكنه لیکن ینقذ الشک بالیقین یا ینقذ الشک بالیقین می شود پن و یتم علی الیقین می شود شیش فیبن علی الیقین می شود هفت و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات به شک در هیچ حال از حالات اعتماد نمی شود می شود هشت این که هشت درست کردیم چون ولا شیعه علی را ما به عنوان فقره اول حساب کردیم و الا در واقع اون جزء حکم هست قام فعضاف علیها اخراق ولا شیع علیه این را در واقع جزء حکم امام حساب بکنیم از اینجا تأکید شروع می شود که ولا ینقذ الیقین بالشک این اولی تا ولا یعتد به که فی حال من الحالات می شود هفتمی پس هفت تا تأکید نسبت به این حکم داریم که قام فعضاف علیه اخراق شیخ می فرماید و قد تمسک به فی الوافیه به تحقیق که تمسک جست است به همین صحیحه سوم در وافیه مرحوم فاضل تونیک و قرره از شارح شارح وافیه هم ارز کنم آن را پذیرفته است و تبعه جماعت من من تأخره ان و متابعت کرده از صاحب وافیه را گروه از کسانی که بعد از او آمده است مثل مرحوم صاحب هدایق و امثال اونها که اینها میفرمایند عرض کنم یقین داشتیم که رکعت چهارم را نیاوردیم فعلا شک میکنیم که اتیان کردیم یا نه استصاب میکنیم عدم اتیان را قام ف اضافه الیها اخراق خو همین دلالت عرض کنم استصحاب هست یا همین خودش حجیت استسحاب هست خصوصا با تأکیداتی که بعدا داره و لا ینقذ الیقین به شک نقص نمی کند یقین به عدم اتیان را به عراق و شک در اتیان و لا یدخل شک فی الیقین هفت تا تاکید آوردن که این خودش محوریت یقین نقش به بدیل یقین و اهمیت یقین را برای ما ثابت میکند این میشود همون حجیت استسحاب و عرض کنم علت مرکوزه لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه این صحیحه را اینجا نقل کردن به عنوان شاهد سوم بر حجیت استسحاب شیخ می فرماید و فیه و در این تمسک تعمل اشکال هست شیخ از اینجا شروع میکنه درس کنم به فقه الحدیث این روایت و در واقع اشکال خود را بر و عظیم نقل میکنه ببینید عزیزان این که فرمود قام فعضاف علیه ها ظاهرشان است که در صورت شک در این که من در رکعت سوم و چهارم هستم بینار بر چهار بگذارد و عرض کنم بینار بر سه بگذارد و چهار را متصلا و پیوسته انجام بدهد ف فعضاف الیها اخرى شیخ می فرماید این ف فعضاف الیها اخرى دو جور میشه معنا کرد اگر بگوییم در قالب نماز احتیاط باشد یعنی فعلا بینار بر چهار بگذارد و نماز را سلام بدهد بعد نماز احتیاط را انجام بدهد که به استصحاب ندارد ما در واقع با بنا گذاشتن بر اکثر اصالت و عدم الاتیان را نادیده گرفتیم ولی اگر مقصود این باشد که قام فعضاف علیه ها اخرى متصلا همین که شک کردی بلند شوید رکعت چهارم را انجام بدهید بعد نماز را تمام بکنید خود در این صورت عرض کنم در واقع امام علیه السلام به حسب ظاهر مطابق عامه فتوا داده است چون اهل سنت هستند که در دوران شک نماز احتیاط را نفی میکنند و متصلا و پیوسته ارز کنم اون مشکوک را انجام میدهند و شیخ میفرماید اگر قامف فعضافه را مثل فقه شیعه معنا بکنیم بیگانه از استصحاب میشود اگر بخواهیم اون را دلیل استصحاب بگیریم ارز کنم بیگانه از فقه شیعه می شود و در واقع مطابق فقه عامه خواهد شد هر دو محضور قابل قبول نیست پس دلالت روایت بر استصحاب هم قابل قبول نیست دقت بفرمایید و قد تمسک و فی تمسک تعملون در این تمسکشون بفرمایید فرماید ما اشکال داریم چرا؟ لانهو به علت اینکه اگر مراد به قول امام علیه السلام قام فعضاف علیها اخرى اگر مراد امام از این قول القیام للرکت رابعه قیام نمودن برای رکعت چهارم بدون تسلیم در رکعت مردده بین سوم چهارم باشد عرض کنم خدمت با سعادت شما اصلا بدون سلام اینها پیوسته باید بلند شود انجام بدهد که ظاهرش همین هست حتی یکون حاصل الجواب تا این که حاصل جواب امام این باشد که بنای بر اقل بگذار یعنی بگو تا هنوز سه رکعت انجام دادم این چهارمی رو پشت سرش پیوسته انجام میدهم فهوه پس این قیام برای رکعت چهارم بدون سلام دادن مخالف هست مر مذهب را مذهب امامیه را و موافق هست مر قول عامه را این اولین محضور اگر روایت را رو دلیل استصحاب بگیریم خوبه ما منکرش نیستیم ولی مشکل اون است که اولا ظاهر روایت در این صورت مطابق عامه و مخالف فقه شیعه می شود این اولین اشکال عرض کردم مذهب عامه آن است که در صورت ابتلای به شکوک بینار بر اقل میگذارند اما در فقه امامیه بینار بر اکثر و بعدا نماز احتیاط را بعد از سلام انجام میدهند در هر صورت این اولین اشکال اشکال دوم و مخالف هست ارز کنم خدمت با سعادت شما این قیام نمودن برای رکعت چهارم مباشرتا من ظاهر فقره اولا را با ظاهر فقره اول از این روایت که اون فقره اول را مرحوم شیخ اینجا نقل نکرده است روایت را رو کرده است چرا به خاطر که در فقره اول داریم قول امام علیه السلام را یرک رکعتین به فاتحه کتاب امام میفرماید دو تا رکعت رو انجام بدهند اون هم با خواندن فاتحه الکتاب خب این که بکنید دو رکعت را با فاتحه الکتاب یعنی نماز احتیاط چون ما در رکعت سوم و چهارم چیزی به نام فاتحه الکتاب نداریم میفرماید ارز کنم بیار که به رکعتین به فاتحه الکتاب فان ظاهرها به درستی که ظاهر این فقره اول با قرینه تعیین سوره فاتحه اراده نمودن دو رکعت منفصل عن نماز احتیاط هست در واقع باید نماز احتیاط رو بخوانیم پس حمل بر استصحاب هم مانع داخلی دارد که باید فقره اول روایت را رو نادیده بگیریم و هم فقره خارجی دارد که نتیجهش موافقت با عامه و مخالفت با فقه شیعه هست و این هم نمیتواند قابل قبول باشد لذا فرماید به درستی که ظاهر اون را ارز کنم فقره اول با قرینه تعین فاتحه اراده دو رکت نماز احتیاط هست منفصلتن اعنی صلات الاحتیاط در نتیجه با توجه به اینکه که نمی توانیم حمل بر استصحاب بکنیم فتعین ان یکون المراد بهی خب پس آقای شیخ شما چه برداشت میکنید از روایت شیخ میفرماید معین شد این که مراد به اون قیام برای رکعت چهارم قیام بعد از تسلیم در رکعت مردده باشد بینا رو بر چهار میگذاریم سلام میدهیم عرض کنم بعد از سلام اینجا باید قیام بکنیم برکت مستقل کما هو مذهب الامامیه چون عرض کنم خدمت با سعادت شما این روایت ظاهرش اگر بر استصحاب حمل بشود با فقه شیعه نمی سازد مجبور مرز کنم دست از استصحاب بکشیم روایت را رو مطابق فقه شیعه تفسیر بکنیم بر اساس فقه شیعه همان طور که مستحضر هستید بینار بر اکثر میگذاریم در دوران شک بین سه و چهار سلام می دهیم. بعد از سلام نماز دو رکت نماز احتیاط نشسته یا یک رکت استاده رو باید انجام بدهیم که در واقع اگر نماز ما ناقص بود جمرات جبران ما فات شده است اگر نماز ما در واقع کامل بوده است یک زیاده غیر مزیر را انجام دادیم بلکه زیاده ای که دارای ثواب هست به همین جهت است که شیخ فرمود کما هو مذهب الامامیه پس شیخ می اصلا امام در صدد استصحاب نبوده است امام در صدد این نیست که شما عرض کنم بنار بر چی بگذار بر سه و چهارمی رو متصلا انجام بدید امام میخواد بفرماید که شما بینار بر شهار بگذار سلام بده بعد از سلام نماز احتیاط انجام بده تا نمازت از هر جهت کامل باشد و مشکل خاصی نداشته باشد اینجا فورا عرض کنم خصم علم سؤال میکند که در این عرض کنم روایت شریف امام فورا چی فرمود؟ و لا ينقض به شک، یقین را با شک نقض نکند و داخل نکند شک را در یقین مخلوط نکند شک را با یقین من ارز کنم تأکیداتی که برای شما بیان کردیم گو که کسی سوال میکند پس این همه یقین که تأکید شده است و یقین ارز کنم در این هفت تا تأکید محوریت دارد مقصود از یقین چی هست؟ شیخ میفرماید مقصود از یقین اینجا همون عرض کنم خدمت با سعادت شما چی هست یقین و براعت زمه هست در واقع شما با خواندن نماز احتیاط یقین به براعت زمه صد در صد دارید اگر نماز شما ناقص بوده است که جبران شد اگر کامل بوده است یک رکت یا دو رکت اضافی باعثی سواب شد لذا شیخ فرماید این یقین اون یقین استصحابی نیست که یقین سابق و شک لاحق باشد بلکه مراد از یقین به نظر شیخ اینجا همون یقین به براعت زمه هست دقت بفرمایید چی میفرماید شیخ پس مراد به یقین در عرض کنم خدمت با سعادت شما وقتی اینجا یقین گفته می شود میفرماید این یقین همون یقین به براعت و یقین به قاعده اشتغال هست پس مرادی به یقین چنانچه که در یقینی که واری شده است در موسقه آتیه خواهد آمد موسقه ساقب نمار انشاءالله علا ما سر ره بهی از سید المرتزا قدس سر رو. آنطوری که مرحوم سید مرتزا هم فرموده است و استفاده شده است ارز کنم این فرمایش از قول امام علیه السلام در اخبار احتیاط این کند قد نقص تفکزا و این کند قد اتمام تفکزا ارز کنم که این امام فرمود این کنت قد نقصت فکذا یعنی صلات احتیاط جبران میکند و این کنت قد اتممت فکذا سلات احتیاط باعث ثواب اضافی میشود میفرماید پس مراد از یقین فالمراد من الیقینه بالیقینه اون عرض کنم صدر جمله مبتدا خبر جمله هو و الیقین بالبراعت بعد از دو سه خط جمله معترضه تقریبا خبر مبتدا رو آورد پس مراد از یقین یقین به براعت هست در نتیجه پس مراد ما به وجوب احتیاط و تحصیل یقین به براعت بالبناع علی الاکثر هست این نکته است که شیخ میفرماید پس مراد وجوب احتیاط و تحصیل یقین به براعت هست ارز کنم بالبنای علال اکثر باب ناگذاشتن بر اکثر و فعل صلات مستقله وقتی بنا بر اکثر گذاشتیم نماز را تمام کردیم اون زمان ارز کنم یک نماز مستقل را انجام میدهیم دهیم که قابل باشد برای تدارک آنچه که احتمال داده میشود شود نقص اون چیز شما احتمال میدهید که واقعا یک رکعت ناقص خوانده باشی نماز احتیاط را به گونه بخوانیم که ارز کنم این یک رکعت را جبران بکند یعنی یا دو رکعت نشسته یا یک رکعت استاده که مستحضر دو رکعت نشسته در حکم یک رکعت استاده هست در جبران نمودن اینجا نماز مغرب اشا لزام فرماید پس مراد وجوب احتیاط هست و تحصیل یقین به براعت هست با ناگذاشتن بر اکثر و فعل نمازی که مستقل باشد از این نماز فعلی قابل باشد یعنی این قابلیت را داشته باشد اون نماز احتیاط من برای تدارک نمودن آنچه که احتمال داده می شود نقص اون چیز در این نماز که همون یک رکت نماز احتیاط استاده یا دو رکعت نشسته باشد در هر صورت ارز کنم پس می بینید که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تا اینجا هم دلالت این روایت را نپذیرفت و در واقع شیخ اصرار میکند که اگر بخواهیم از این روایت استصحاب را بفهمیم باز دوچار محضور هستیم می دوم محضور اینجا چی هست؟ اونجا عرض کنم تعلیل با معلل نمی اینجا معنایش این است که امام علیه السلام مطابق فقه عامه فرموده باشد که در صورت ابتلا به شکوک نماز بنا را بر عقل بگذارید و متصلا عرض کنم چی را انجام بدهید رکعت چهارم را سابقا انجام نداده بودیم فعلا شک میکنیم استصحاب میکنیم عدمیتیان را فقام فعضا فعلیها اخرى متصلتن این یک محضور محضور دیگر محضور داخلی بود که در جمله قبل از این جمله خود همین روایت امام دستور به نماز احتیاط میدهد. اون خودش اشعار دارد اون خودش میفهماند که نماز احتیاط محل توجه امام هست پس با توجه به این دو تا اشکال ما باید دست از این روایت از جهت افاده ای استصحاب بکشیم عرض کنم دال بر استصحاب نیست بلکه مراد امام این است که بنار بر اکثر بگذار نماز احتیاط را بخوان و عرض کنم که از طریق نماز احتیاط یقین به فراغت زیما پیدا کنید اون وقت نکته ای که اینجا مطرح می شود پس این یقین اگر یقین سابق نیست مراد چی هست؟ می این یقین همون یقین به براعت هست که عرض کنم خدمت شما و لا ینقذ الیقین به شک و لا یدخل شک فی الیقین و لا یخلط احدهما بالآخر در تمام این موارد این مقدار که روی یقین تأکید شده است یعنی براعت زمه را حاصل بکن اشتغال یقینی مستدعی فراغی یقینی هست و شما باید ارز کنم نماز احتیاط را به گونه بخوانی که کاملا عینی اون نقصی احتمالی باشد ارز کردم در سه و چهار یا دو رکت نشسته بخوانید یا یک رکت استاده و وقت سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آقای شیخ این که مراد امام از یقین یقینی به براعت زمه باشد آیا استعمال کلمه یقین در براعت زمت معهود هست در روایات سابقه بحث دارد سابقه در طرح دارد یا نه شیخ میفرماید فرماید ارز کنم که بله سابقه طرح دارد و انشاءالله بقیه مباحث را در درس بعدی پیگیری میکنیم در کل ارز کنم این روایت یعنی صحیح سوم باز همچنان بحث های زیادی دیگری دارد که باقی مانده است ولی شیخ میفرماید مقصود یقین به براعت زمه است در روایات هم ارز کنم بر این یقین اطلاق شده است محضور خاصی که در این معنایی که ما کردیم وجود ندارد انشالله بقیه بحث از وقت ارید من الیقین والاحتیاط ترجع لسي بعدي غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد